تشکر از بحث جالبتون رفیق امیر. دوستان عزیز، امیدوارم شما هم بهره برده باشید. اگر آماده اید برای سوال و بحث با رفیق من امیر، بفرمایید دستتون رو بالا کنید و سوالاتتون رو مطرح کنید. تا این رفقای دیگه دستشون رو بالا کنن، این ماجرای شرق و غرب به نظر من نکته خیلی جالبیه. یعنی شما هم به یه شکلی اشاره کردید، یعنی این چیزی که شرق و شرق کرده غربه، و در واقع اون چیزی که غرب و غرب کرده شرقه. یعنی شما به دوره مرکانتیلیزم که نگاه کنید، ماجرای به اصطلاح از دو زاویه، یکی از زاویه مثلا میگم غارت طلا و نقره از آسیا و که از زمان جنگ های صلیبی شروع شد، و خود این انتقال نقره و طلا به اروپا یکی از به اصطلاح عوامل مؤثر توی موفقیت انباشت اولیه در اروپا دیگه. قرن 15 تا 18 این غارتی که حالا من جمله از آمریکا صورت میگیره، طلا و نقره آمریکا، اینها باعث میشه که زمینه برای یه رشد عظیم صنعتی تو اروپا فراهم بشه. در صورتی شما قرن 15 مثلا به هندوستان نگاه کنید یا به چین نگاه کنید، حتی ایران، تولید فلزات اساسی توشون آنچنان عقب افتاده تر از اروپا نبود. حتی بعضی از تکنیک های تولید فولاد در هندوستان خیلی پیشرفته تر بود از تولید آهن در اروپا. یا در چین تولید فلزات که یکی از به هر حال زمینه های مهم پیدایش انقلاب صنعتی بود، به مراتب در بعضی از فلزات پیشرفته تر بود از پیشرفته ترین کشورهای اروپایی. ولی در عرض یکی دو قرن یک دفعه یک شکاف عظیمی بین این دو جا ایجاد میشه، شرق و غرب. یکیش هم تجارت دیگه، دوره مرکانتیلیزم. آسیا هم همونقدر توی تجارت جهانی دست داره که اروپا دست داره. هنوز به صلاح تجارت بین آسیا و اروپا عمده ترین تجارت جهانی رو تشکیل میده و رقابت سر منابع این تجارت در اروپا خود اروپا شدیده. و از قرن 15 و 16 به این طرف که راه های دریایی به اصطلاح جایگزین راه های زمینی تجارت بین المللی میشن، چند کشور اروپایی به سرعت مونوپولیزه میکنن تجارت جهانی رو به اتکای به اصطلاح کشتیرانیشون، و به همین دلیل از طرف دیگه تجارت از طریق راه ابریشم و به اصطلاح از چین تا اروپا لطمه میخوره، به خاطر اینکه از دست تجار شرقی خارج میشه به دست تجار غربی میفته، و خود همین شکاف یه دفعه به اصطلاح پیدایش همون منابع رشد سرمایه‌داری در شرق و به عقب میندازه، در صورتی که در غرب به جلو میندازه. یعنی میخواستم در تایید حرف شما بگم که این شرق و غرب خودش یه پدیده تاریخی است که بالا پایداش رو در رابطه با همدیگه باید در نظر گرفت و جداگانه نمیشه بررسی کرد. به نظر من بله، یعنی برحال دو تا فرایند وجود داره دیگه. یکی هم برحال مسائلی که اشاره کردید دیگه، یعنی برحال تو اون بحث به اصطلاح انباشت اولیه یا استعمار یا اینا، در حال اونجا یک بخشی از این پروسه همین فیکسیشن زمین هاست. یعنی مسئله خطکشی، خود مارکس میگه همین اصطلاح مثلا شکارگاه، میگه گغن توی آفریقا، یعنی به هر حال یک مکانی است که ترجمه تحت و لفظیش میشه یه جور مکانی که عرصه همین کشت و پرورش و فلان، مثلا بگم دامه یا همچین چیزی، به هر حال یه همچین لفظی رو به کار میده، یه فرایند به هر حال خطکشی چی میگن جغرافیایی، تمام خیلی مرزها هم استعماری هم تو جریان تکوین
سرمایه داری شکل گرفتن. از اون طرف خب این یه دینامیسم، در واقع اینه یه دینامیسم، هم این مسئله همین شباهت و تفاوتیه که ساخته میشه در مرز شرق و غرب. به هر حال اون کتاب انیویاس مثلا، اون کتاب How to West Came to Rule مثلا، میگه اگه صلح مغولی نبود، این جاده ابریشم نبود، این برای اساس تحلیل میکنه اصلا سرمایه داری ممکن نمیشد و این روابط و اینا ساخته میشه. از این طرفش هم به هر حال داشتیم مثلا بالاخره این جایگاهی که امروز مثلا چین پیدا کرده، یعنی اومدن در درون سرمایه داری، حالا با همین با تفاوتاش دیگه، همین با سولید تفاوتها همراه هست با همین دست و گسترش سرمایه داریست. و حالا خب اینا هم دیگه انواع فاکتورها درش دخیل بوده دیگه، روابط بین الملل و جنگ و چیزهای استعماری و این مسئله دریا گفتی خیلی مهمه دیگه. اصلا سرمایه داری آنگلو ساکسون رو دریا، حالا سرمایه داری چی میگن هژمونی که امروزه رو دریا شکل و اون جنگ مشهور مثلا اسپانیا پیروز شده بودن که حالا وصلم بود به قضیه دزدای دریایی و همکاری دزدای دریایی با نیروی دریایی مثلا انگلیس و اینا. خب اونجا اصلا کلا ممکن بود اصلا سرنوشت سرمایه داری عوض، سرمایه قاره‌ای. و بعضی هستن مثلا کسایی که تو مکتب ریگولیشن هم تفاوت قائلن مثلا بین سرمایه داری مثل برونو ام مثلا فرانسوی که چهرهاشونه اینا، سرمایه داری آنگلو ساکسون مثلا با سرمایه قاره‌ای. برحال اصلا بیساشون هم متفاوت، این کاتولیک شکل میراث امپراتوری اونجا، خب بالاخره کامرس مثلا خیلی توش، تجارت اصلا توش خیلی دسته بالا میگیره، شکل دولت هم خب به هر حال فرق میکرد و این. حالا من بیشتر خواستم تاکید بذارم که ما بالاخره این مفهوم شمال و جنوب جهانی رو داریم، بر اساس اون میتونیم همین فرایندهای تمرکز و سرمایه داری و حالا قارت یا اینا رو بر اساس اون خیلی تبیین کنیم. به هر حال انواع مفاهیم تو این راستا چی میگن به کار رفته، اون نظریه سرمایه‌داری تاریخی والرشتاین و اینا هست، بالاخره مرکز پیرامون همه اینا رو داریم. این شرق غرب در کنار اون شمال جنوب یه چیزای دیگه رو به ما امکان میده که بتونیم تبیین کنیم، مثلا وضعیت کشورهای مثل روسیه، همین وضعیت میانی، حالا خود ایران مثلا از دهه نمیدونم بعد از اصلاحات ارضی شاید مثلا اینا رو میتونیم یه مقدار تبیین کنیم و جهت گیریشون، شکل در واقع همین توسعهشون و در نهایت خب بر اساس اون یه تصمیمات استراتژی که سیاسی تو مبارزه هم میشه گرفت. یعنی خیلی فرق میکنه شما خودتون رو از این موضع مثلا جنوب جهانی ضد استعماری مثلا مطلقاً ببینید، ولی در این حال یا اینکه مثلا در این حال که حالا به هر حال یه بخشی همین هم شرق و جنوب هم هست دیگه، در محل همین غارت و انواع سیاست های بالاخره امپریالیستی و اینا بوده و هست و اینا در این شکی نیست، ولی خب اگه همزمان خودمون رو در این شرق هم ببینیم یه چیزهای دیگه ای هم روشن میشه دیگه، یه جاهای دیگه ای هم روشن میشه و دیگه میفهمیم که مثلا خب خیلی راحت ما مثلا چه میدونم با سودان همبستگی بین المللی میخوام درست کنیم خیلی راحت جواب نمیده، مثلا ممکنه ولی با ترکیه جواب بده مثلا. این چیزهای حالا انواع در واقع چیزها رو میشه استنتاج کرد، ولی من خواستم این حالا از اون بحث کلاسیک اینم به لحاظ سیاسی نظری تأکید کنم و بگم که خب اینجا قضیه یه جور همین در کنار اینکه این گریز از مرکز به لحاظ عینی وجود داره، به لحاظ سیاسی هم شما در کاربست نظریات مارکسیستی هم بعد همین کارو بکنم، این کاری که کردن دیگه، حالا از لنین تا سلطان زاده و اینا این کارو رو کردن. فقط کسی دستش بالا نیست.
این نکته اخیری که گفتین اشارتون به چین خیلی جالبه به نظر من، چون این به اصطلاح ترکیب ناموزونی با پیشرفتگی از لحاظ مناسبات اجتماعی دو جهت میتونه همیشه داشته باشه و اینجا نقش دو طرف خیلی مهمه. یه جا به عقب میتونه برونه مناسبات اجتماعی رو، یه جا باعث پیشرفت بشه در چارچوب این ناموزون یا مرکبی. و خود این یه ویژگی میده به هر کشوری، چون در این تحلیل امروزه که نگاه میکنیم میبینی دقیقا ویژگی همه این کشورها در ویژگی دولت های این کشور است و در ویژگی شرایطی است که این ناموزونی و مرکبی صورت میگیره. مثلا فرض کنید شما توی آلمان، آلمان دوره پروس، دولت پروس به خاطری که بتونه رقابت کنه با سرمایه‌داری اروپایی، اولا پیشرفته ترین صنعت اون موقع رو وارد میکنه در آلمان و ثانیا به کمک دولت پروس در واقع سرمایه‌داری رو از بالا با کمک دولتی، چه از لحاظ مالی چه از لحاظ حمایتی، سرمایه‌داری میشه که اوایل قرن بیستم که میرسیم انحصارات، بزرگترین انحصارات در واقع تو آلمان شکل گرفتن. این ادغام سرمایه بانکی و سرمایه صنعتی مصداق اصلیش در واقع آلمانه، به خاطر که از آلمان از همون بالا در واقع مونوپولی ها رو شکل داده تو شاخه های مختلف صنعتی. و خب همین این یک دفعه یه زمینه ای ساخت برای آلمان، برای سرمایه داری آلمان، که تونست عملا امروزش هم هنوز همینطوره از لحاظ صنعتی الان برتر از تمام اروپا، دقیقا به خاطر همین زمینه، دقیقا به خاطر همین ویژگی که یه دولت ما قبل سرمایداری از بالا سرمایداری رو ساخته. در صورتی یه جای دیگه همین کار منجر به تخریب میشه. یعنی شما فرضاً بخواهید در مثلا آسیا دوران مثلا صفویه فرض کنید، دولت صفویه میخواستی همچین کاری رو بکنه که حتی کرد به خاطر تجارت خارجی. جالبه مثلا مارکس یه جا اشاره میکنه به این رکود همیشگی و تکراری وجه تولید آسیایی، ولی اتفاقا دولت صفوی یه نمونه جالبی است از این که نه، راه برون رفت از اینم بود، اونم دقیقا همین تجارت بود. تجارت جهانی دور صفوی یکی از بزرگترین منابع درآمد دولت صفوی بود. ابریشم خامی که اون موقع اروپا می خرید و طلا و نقره بابتش میداد، یکی از بزرگترین منابع تمام این مخارجی است که دولت صفوی اون موقع کرده. این ساخته بودایی که ساخته، این شهرهایی که بنا کرده با پول تجارت ابریشم خامه. و همون موقع به خاطر همین تجارت جهانی کلی تجار شکل گرفتن در ایران، یه لایه تجار شکل گرفته که کم کم از دولت هم میخوان مستقل بشن. اینا اغلب تجار دولتی بودن، عین همه اراضی که مال دولت بود تجار هم مال دولت بودن. اینا تجارت دولتی رو در واقع میکردن و میشد ازشون گرفت، ولی تجار مستقل هم شروع کرد به شکل گرفتن و یا مانوفاکتر، صنایع مانوفاکتر شروع کرد شکل گرفتن دقیقا به خاطر همین تجارت بین المللی. حالا در کنار فروش ابریشم خام پارچه های ابریشمی هم میفروختن، حالا در کنار مواد خام معدنی شیشه آلات هم میفروختن در بازار جهانی. یعنی مفر برای برون رفتن از همون استبداد آسیایی از دل خود این وجه تولید آسیایی داشت شکل میگیره، ولی دقیقا به خاطر همین ناموزونی و مرکبی سرمایه انگلیسی و از دخل همه اینا رو آورد. یعنی اومد تجارت ابریشم خام از دست ایران گرفت، در واقع ابریشم خام خودش با کشتی از چین بار میزد میبرد، ایران رو دور زدن. تازه ایران هم که میخواست تجارت کنه حالا باید از طریق تجار انگلیسی این تجارت رو انجام میداد.
اون مقدار ابریشم خامی هم که میفروخت از طریق تجار انگلیسی باید میفروخت. همین باعث شد از یه بالکل منبع درآمد دولت ایران از بسیار تجارت خارجی عملا به صفر برسه. در مقایسه اون موقع میگن یه چیزی اگه بخوایم به قیمتهای امروزه حساب کنیم یه چیزی حدود 10 میلیارد دلار اینا فقط ابریشم خام میفروختن اون زمان در جهان، به اضافه حالا کلی درآمدهای دیگه. یعنی میخوام بگم همین پدیده که شکاف بین اینا زیاد میشه یه جاهایی به نفع این طرفه یه جایی به نفع اون طرف، و دلیل عمدهش رو هم باید در نقش دولت پیدا کرد، نقشی که دولت ها بازی میکنن در اینکه آیا این ور رو تسهیل کنن یا اون ور رو تسهیل کنن. یا از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، به هر حال میشه گفت دیگه مثلا انقلاب سفید شاه عملا زمینه رو برای به اصطلاح غلبه و چه تولید سرمایه‌داری در ایران فراهم کرد دیگه. دیگه فکر نکنم حتی اون کسایی که به انقلاب مرحله‌ای و نمیدونم ایران نیمه فئودال و نیمه مستعمره حرفشو میزدن قبل از انقلاب، دیگه کسی بعد از اصلاحات ارضی بتونه بگه که ایران دیگه بچه تولید سرمایداری نشد یا روابط سرمایداری بر ایران غالب نشد، که میبینیم نتیجهشو بعد از انقلاب هم در ایران چجوری این روابط گسترش هم پیدا کردن. ولی از طرف دیگه همون رشد مناسبات سرمایداری باعث تقویت جناح ارتجایی هم شد دیگه، یعنی جناح به اصطلاح سلسله مراتب مذهبی که بخشی از دولت آسیایی بوده همیشه و حالا از طبقه حاکمه رونده شده به شهروندان درجه دوم تبدیل شده، دقیقا از همین مناسبات سرمایه‌داری و موقع استفاده کرد، آنچنان تجارتی را از لبنان و لیبی و نمیدونم عربستان و عراق و سوریه و به ایران یه شبکه‌ای ساخته بود که بر اساسش یه لایه بزرگ تجار دور همین سلسله مراتب شیعه پولدار شکل گرفت که میتونستن حتی اعتصاب رو فایننس کنند، اعتصاب جنبش اعتراضی علیه شاه و واقعا فایننس هم حتی بکنن. یعنی نکته ای که میخوام بگم در تایید حرف شما اینه که دقیقا بدون بررسی مشخص این تقابل ها این ایدای عقب افتادگی پیشرفتگی واقعا آبسترو بی‌معنا میشن. یعنی باید شما به یه شکلی تو این ترکیب اینا رو ببینید، یعنی یه راه حل هم برای این اینه که اصولا دیدمون نسبت به سرمایه‌داری باید تا اندازه عوض بشه. سرمایه‌داری یه وجه تولیدی است که جهانی تا بشه معنی داره، از سرمایداری انگلیسی اروپایی نمیدونم فلان نمیشه صحبت کرد. سرمایه در سطح بازار جهانی شکل میگیره، اون جاهایی که مناسبتر بوده براش تبدیل به وجه تولید سرمایداری هم میشه، ولی به تدریج این وجه تولید سرمایداری به کل جهان غالب شده. یعنی از این زاویه که شما نگاه کنید اتفاقا هر کشوری ویژه است، هر کشوری ویژه است، چون به خاطری که در این شکلی که سرمایداری جهانی شده در اون کشور ویژگیاش مرتبط با خود اون کشور و دولتی که در اون کشور بوده موقعی که این شرایط داشته رخ میداده، و اینا به نظر من یه ساختار تحلیلی بهتری میدن تا این دید به اصطلاح مکانیکی به اصطلاح سنتی بین الملل دوم از مارکسیزم که اینطور جدا جدا همه اینا رو به صورت کشورهای ایزوله اول به صورت درونش رو بررسی کنیم بعد با بیرون ببینیم چه روابطی دارن، در صورتی که همون موقعش هم روابطش با بیرون درونش رو داره تعیین میکنه، شما نمیتونید این دوتا رو از هم جدا کنید. از این لحاظ به نظر من بحث شما خیلی جالبه، به صلاح به ما ساختارهای تحلیلی خیلی مناسبتری میده برای شناخت وضعیت این کشورها. خیلی ممنون. من حالا که نکته تاریخی خاصی ندارم، خیلی جالب بود این توضیحی که در مخصوصا در مورد صفویه و این امکان فرصت حالا از دست رفته البته تاریخی
گفتین خیلی جالبه، هم خود این نشون میده که بالاخره همین اولا تحلیل درونگرا همین اینا جواب نمیده، یعنی به هر حال شما باید بالاخره این وضعیت جهانی رو در نظر بگیریم، به خصوص با توجه به اینکه سرمایه اصلا گرایشش همین جهانی شدن یا شکل در واقع غایت شناسی تحققش اصلا امر جهانی است و اینها، و این تحلیل میدونم بیرونی و درونی هم نمیشه دو تا چیز جدا هستن، بعد اینا رو به شکل در هم تنیده، یعنی همزمان که وضعیت درونی رو تحلیل میکنی این اوردی عناصر بین المللی اینا توش دخیل باشه، برها سرمایه داری جهانی است به عنوان کل واحد اینا، ولی شیوه های تحقق متکثری داره دیگه، و اصولاً هم هر جایی تحقق پیدا میکنه خودش رو در واقع یه جور همین مکر تاریخ هم میشه گفت، هست که انگار طبیعی اونجاست، انگار به شکل بر اساس شرایط طبیعی اونجا این شکل گرفته و رشد پیدا کرده، در صورتی که اوردی از پیش در واقع این مسئله جهانی و به هر حال این عناصر جهانی سرمایه اینا تقریبا این هم یه مسئله به هر حال بوده توی مثلا تاریخ چپ تو ایران که ما خیلی این دعوا رو داشتیم که تاکید بذاریم بر عنصر مثلا بیرونی، بر مسئله مثلا امپریالیست یا مسئله لوکال داخلی استبداد، مثلا همون در واقع حالا نامه های سوسیال دموکرات های تبریز به پلخانوف و اینا، اصلا این ریش آدم نطفه این مسئله و این ابهام و این درگیری آدم میتونه ببینه، یا مثلا اون شکافی که تو حزب کمونیست مثلا تو 1920 رخ داد مثلا هست دیگه، اونجا خب نتایج سیاسی متفاوتی بر اساس نوع تحلیل وجود داشت دیگه، مثلا جناح حیدرخان و اوغلی تاکید رو میذاشتن رو شرایط داخلی و این رو هم در واقع عدم توسعه داخلی و خیلی روشن همین محصول همین چیز میدونست همین امپریالیسم بیرونی، بعد از اون طرف خب نتیجه که میگرفتن یه جور مبارزه ملی علیه امپریالیست بود، خب نتیجه سیاسیش هم بود همبستگی و همراهی مثلا با مثلا میرزا کوچک خان و اینها، خب مثلا جنرال سلطان زاده و اینا یه جور دیگه ای قضیه رو میدیدن و حرفشون بود که اوردی خود ایران اصلا همین ادغام شده تو سرمایه‌داری بازار هست و دانش همین تفکیک این تمایز قائل نبود، حالا اون وهله تاریخی بین همین انقلاب بورژوا دموکراتی و انقلاب سوسیالیستی و همزمان میگو برسد، یعنی هم باید هم ضد امپریالیستی باشه مبارزه هم سوسیالیستی دی باشه و هم اینا، خب اینا بر اساس شکل تحلیل و این نقشی که برای عنصر داخلی و خارجی داشتن این تفاوت به حد زیادی شکل گرفت، البته خب خود این بحث این که به هر حال این ناموزونی مرکبی هم امکان رفتن همین به عقب به اصطلاح داخل گیومه رو داره و هم همین امکانی برای جهش و اینا، خودش نشون میده که خب مسئله همین این در کنار دولت که به هر حال نقش مهمیه در صورتبندی وضعیت و اینا، خود همین سوژه سیاسی چقدر مهم میشه دیگه، یعنی یه جاییست که به خاطر این شرایط ویژه که البته حالا شرایط ویژه همه جا هم هست، اینی که شما هر دو سناریو رو پیش رو دارید و همینجاست که خب جایی که به حال این بحران وجود داره همیشه تصمیم بر بحران خب خیلی مهمه دیگه، و همینجاست که تأکید بر همین سوژه و مبارزه و اینا مهمه دیگه. حرف بیشتری ندارم در این مورد، مرسی به خاطر در واقع توضیح و تبیین این تاریخی به ویژه عطف به ایران و شکل
فرصتی که در دوران همسفری وجود داشت و از بین رفت. انگلیس نمیدونم تو را چند رفیق تو را هستیم؟ بله من هستم، من میکروفون و تیوی رو بستم که بی خودی قاطی نشم، باز میخواستم یواشکی پشت سیگارم بکشم که نشده، ببخشید. مرسی از جوابتون. و یه جنبه مهمتر دیگرش هم که خودتون اشاره کردین، به خصوص در رابطه با آلمان میشه دید دیگه، چطور میشه که این نقد دولت مدرنی که ایدالیستای آلمانی در تفکر به صلاح انجام میدن، خودش زمینه میشه برای اینکه مارکسیسم شکل بگیره؟ به نظر من بدون اون مارکسیسم شاید شکل نمیگیره. ایده های مارکسیستی منتج از اون بحث های سر دولت مدرن. همینطور هم تو کشورهای دیگه ما میبینیم چجوری این عقب افتادگی از یه طرف میتونه منجر بشه به شکلگیری عقاید پیشرفته از طرف دیگه، خیلی خارج از به اصطلاح زمینه های اجتماعی و اقتصادی که سیاسی که خود اون کشور فراهم کرده برای این عقاید. این جنبش هم به نظر من خیلی مهمه که شما اشاره کردید تو صحبتت. یه رفیقی توی نوشته دیگه میبینم دست یه کسی بالاست و یه رفیقی هم تو نوشته ازتون سوال کرده بود، ضمن تشکر از بحث آموزندتون میخواستن از شما سوال کنن چرا به نظر شما ما برای همبستگی، برای همکاری، برای نزدیکی فرض کنید به ترکیه نزدیکترین تا سودان، چرا، به چه دلیل؟ آیا تجربیات تاریخی این جوام است که یه سدی ساخته بین انقلابیون این کشورها و اون کشورها؟ چیه دقیقا دلایلش؟ اینو یه رفیقی به اسم نیلوفر مقبل سوال کردن، اینو فرصت کردین جواب بدین. در ضمن دستمون رفیقمون نسرین هم بالاست. رفیق نسرین اگه شما میخواین سوالتون رو مطرح کنین بفرمایید، یا بحثی اگه دارید. رفیق نسرین میتونی بله، میکروفون قبلش بله درسته. نمیتونستم آن میوت بشم. سلام و خیلی ممنون. سلام، خیلی دریچه های تازه رو باز کردین. مثلا بس جنوب و شمال و شرق و غرب، خیلی از مشکلاتی که توی این برخوردها است و تعریفی که میشه رو یک خود جا میذاره که باز کنیم. من یه سوالی که داشتم اینی که تو این جغرافیایی که یعنی توی دیدن وضعیت الان دنیا و چقدر این جغرافیا باز میتونه نقش بازی بکنه و چقدر از نظر جوابگویی، یعنی مدیریت یا جوابگویی به خاک و آب، چقدر مدیریت خاک و آب و سرزمین تو این جغرافیا مهمه برای راه حل‌های آینده که در واقع بتونه تداوم سکونت باشه خیلی جاها، بتونه مشکلات محیط زیستی که پیش اومده و حاد شده رو جواب بده. چقدر اون نقش داره توی این دیدن شرق و غرب؟ و یه مسئله دیگه که بود، این با توجه به این چیزی که تراب از رفیق منتور از چیز گفتن، از این مرکزیت توی آلمان و از بالا انجام شدن، چقدر میتونه نقش داشته باشه توی اینی که فلسفه اونجوری شکل بگیره؟ چون که یه جوری تینک تنگ های دولتی بودن یا امکان مثلا توی چیزای آموزشی و تو چیزای امکان تمرکز کار و روی فلسفه و اینام فراهم آورده در ضمن زودتر از این که شرایطش رو ایجاد بکنه، یعنی اون پراکسی، یعنی چیز جامعه بخواد اینو برسونه، تجربه اجتماعی جامعه بخواد اینا رو برسونه به اون. ممنون. خیلی ممنون. یه نکته اولی گفتین اونه یه لحظه من فراموش کردم. یه نکته اولی قبل از این مسئله جهان امروز و اینام یه چیزه یه گفتید که
رفیق نصری نگیر، حالا خواستم اونم بگم، من یه لحظه تو ذهنم بود ولی بالاخره فهمش شدم. حالا در مورد این من دوباره خودم آنمیوت کرده بودم نمیتونستم برگردم. در اینی که چقدر این یعنی مسئله ای که خود جغرافیای چیز داره، این همین تعریفی که کرده از این دریایی که بین که جاده ابریشم رو نقش داد و یا چقدر نقش شهرهایی که تو اینجا بودن، خود اینا چقدر همون سابقه اون جغرافیای تاریخی الان نقش داره توی اینی که چقدر مدیریت منابع یا اینکه جوابگو باشن به مسئله آب، مسئله ساماندهی زندگی همون آدمایی که دارن توی این فضاها زندگی میکنن و چقدر اون تاریخ اون میتونه نقش داشته باشه تو راه حل‌های آینده، یعنی در واقع باز به صورت شهری دنبال راه حل باشند که چی بهشون جواب بهتر میده تو این جغرافی. منظورم این بود، ببخشید چند تا چیز قاطیه ولی بله نتونه چون که به تسلط شما نیست نمیتونم خواهش سادش میکنم. کنم، نه خواهش میکنم، خیلی نمیتونم خوشحال بود. سادش کنم. مرسی. آره من حالا قبلش در مورد الان مثالی که من زدم در مورد سودان و ترکیه و اینا، یه مقداری همین مثال بداهی بود، اونم حالا عطف به یه تجربه ای من در واقع گفتم، چون خیلی از همین رفقا اینها مخصوصا بعد از همین انقلاب، یا در واقع هم خیزش انقلابی، همین زن زندگی آزادی، بالاخره تلاش کردند برای همبستگی بین المللی، کارهای ارزشمندی انجام دادن با رفقای سودانی به خصوص، مثلا این سری رفقا بالاخره تماس گرفتن و کار کردن و اینا، و حتی یک بیانیه هم در خارج از کشور منتشر شد در مورد دفاع کارگران ایران از مثلا انقلاب سودان و تحولات سودان و اینها، و همونجا برای من مقدار سوال بود که بالاخره این چقدر، یعنی به هر حال ما یک ایده ها رویاهایی داریم و بر اساس اونها تلاش میکنیم و تخیلی داریم و اینها، ولی کجای واقعیت هست؟ بالاخره اگر بیانیه از کارگران مثلا ایران هست در دفاع از انقلاب سودان، چرا یک پلاکارد مثلا از در ایران مثلا در اونجا تو حالا من ندیدم مثلا یک کسی چیزی بنویسه، چیز روشنه، خیلی چیز دفاع منسجمی، اصلا چقدر در یک جهان هم دیگر رو اسم، اینجا مجموعه عناصر مختلفی وجود داره دیگه، مجاورت تاریخی هست، آشنایی هست، این ایزوله بودن شرایط خاص ایران هست که اصولا اصلا بعد از این 40 سال حالا جز دوست کشور کمی رفت آمد هست، اصلا دیگه بقیه جهان توش وجود نداره، شرایط خاص بازنمایی سیاسی اقتصادی هست که توش مثلا بر مبنای اون خود ایران شده مرکز جهان و نمیدونم جمهوری اسلامی شده شر مطلق و انحصاری و فلان، یعنی یه جور در خود فرو بستگی تو سطوح مختلف و این هست که اصولا علیه همبستگی انترناسیونالیستی و در همه سطوح مشکل میکنه، و من مثال رو ولی عطف به همین در واقع این دو شکل از تحلیل وضعیت جهانی که بر مبنای برش شمال و جنوب زدم، یکی بر مبنای همین برش شرق غرب، که حالا در برش همین شمال و جنوب مسئله واقعا همین استعمارگر و استعمار شده است، یه جور تضاد خیلی هماهیش، به قول فانون جهان استعمار جهان معنوی است، جهان دوتایی است و دو توش کلمه کلیدیه، در این جهان شرق مسئله دو نیست، مسئله بیشتر همین چنده، همین چنگانگی هست، میدونین مسئله نمیدونم فقط بیواسطه ما مثلا امپریالیسم استعمارگر، ما ستلمنت کلونیالیزم که در ایران نداشتیم مثلا، یعنی اون نیست، مسئله دولت هست، مسئله شکاف
گروه ها و بین درونی هست، انواع اینا هست و اینجا یه جور ساختار لاجیکش و منطقش چنده. یعنی اگه اونجا دو یه ذره هگلیه و خیلی هم راحت میفته تو همین اسطوره ارباب و بنده، اینجا لاجیکش اسپینوزاییه یه مقداری بیشتر، همین چنگانگی نوانس کسرت. و برای همینی که این در اینجا در ایران شما انواع توهمات نمیدونم چیز تولید شده که نمیدونم شاهش میگه که ما اتفاقی تو آسیا هستیم، نمیدونم در باید اروپایی بودیم، بسیار آریایی گرایی و فلان و اینا ایدولوژی به معنای گفتار صرف اینا نیست، بالاخره یه مبنای واقعیت اجتماعی توش هست که اینا پا میگیره. حالا من یاد مثلا شریف بحث فانون گفتم شریعتی، گفتم شریعتی خب مثلا به عنوان کسی که حالا در شبه آساندن فانون تو ایران ترجمه داشته، میگه که اون دوره‌ای که در واقع شریعتی بیشتر همین جهان سوم گراس، خیلی خودش با اون دوران مثلا با فانون احساس نزدیکی میکنه و نمیدونم امسزه و اینا رو خیلی همین همش بحثاش سر اوناست و اینا، اونجا خودش مثلا میگه ما مثلا با نمیدونم چیز آفریقایی و اینا فرق میکنه، اونجا تاریخ اونا رو انکار کردن تو تلی اصلا وجود ندارن، ولی ما رو مثلا هندونه زیر بغلمون میذارن، مثلا از تمدن بزرگ ایرانی حرف میزنن فلان اینا، و حالا میخواد این مکانیسم های مثلا استعماری و بگی اینا، یه چیزای تشخیصایی میده ولی خب ازش نتیجه های فرهنگی میگیره، یعنی بعدا نتیجه های فاجعه بار فرهنگی میگیره که مثلا نمیدونم ملت برای ما مثلا یه معنای دیگه داره بر اساس مثلا اتیمولوژی ملت و شعب و نمیدونم نیشن، ملت برای ما فرهنگی است نمیدونم، و شعب یه چیز دیگه ایه، نیشن که بر اساس همین نژاد فلان اینا، حالا کاری به نتایجی که میگیره ندارم، ولی بالاخره یه چیزی رو حس میکنه که یه ذره ماجرا فرق میکنه. مثلا در سودان شما به تو آفریقا، ما حالا مثلا میگیم در ایران نمیدونم نسخه بانک بین المللی و فلان و نئولیبرالیسم و اینا، ولی اصلا خب شما به تو آفریقا سر هر کوچه بانک جهانی رو میبینید، یعنی اینجوری نیست که مثلا یک توصیه نامی بوده اومده اینا هم بر اساس هم که سوپر انتظایی و تمام ایجنسی مثلا در این کلان روایت ایجنسی نمیدونم سپاه و نمیدونم اینا رو بذارید کنار بر اساس مثلا اون، ولی یه جاهایی تو هم آفریقا جنوبی که شما میرین آفریقا هم صحرا پایین اونجا مثلا رواندا، اونجا صندوق بین المللی بانک سر هر کوچه هست، یعنی شما روشنی اینو میبینی. خب اینا تجربیات متفاوتیه و بر مبنای این تجربیات هم هست که حالا من بعضی از این تلاشایی هم که اتفاق افتاد بعد از همین جمعه شهری خب شکست خورد، یعنی بر اساس ضرورت ها خب مانیفست ها و بیانی هایی که مثلا رفقای سودانی می نویسن یه چیز، رفقای عرب به بخش از مناطق دیگه مثلا می نویسن چیز دیگه ای میشه، ما بخوام بنویسیم یه چیزای دیگه ای در میاد، و به هر حال توجه به این تفاوت ها رو خواستم برجسته کنم اگر نه چیزی. در مورد حالا سوال مسئله جغرافیا امروز، حالا امروز نسبت به دیروز، و برای مسائل من چیزایی گفتم مربوط به امروزم مربوط به امروز هست دیگه، الان در حال نمیدونم قبل از اینکه برای آب و همین محیط زیستی در یک افق کلانتری، الان خیلی از همین بحث و تحلیل ها میبینیم که مثلا مبناش گذار از همین پکسا امریکانو و دوران مثلا همین یه جور سلطه آمریکاست، مثلا به جهان چند قطبی، حالا یه عنصر یه تحلیلیه، حالا علی هم که خیلی ها مثلا از اول قرن و اینا خیلی دارن میگن مثلا که حالا بالاخره جهان داره تغییر میکنه، انواع جنگ ها و اینا در جهان رقابتی چند قطبی
میشه. هرچند حالا بعضی از این یه متافیزیکی درست کردن که دیگه همه چی رو بر اساس اون میخوان توضیح بدن، و بعدش هم همین تبدیل کردن قضیه رو به چیز مبتذلی که ما در کدوم جبهه باشیم و فلان، که دیگه اصلا وارد نمیشه. ولی به هر حال اینا تو سطح جهانی تاثیر داره در وضعیت ما. مسئله محیط زیستی و اینا هم خب ببینید که مسئله محیط زیستی مسئله واقعا همین خودش اتفاقا یه جایی نشون میده این رابطه محلی بین المللی، و خیلی اتفاقا این مسئله محیط زیستی و اینا میشه دید دیگه، این بحران های محیط زیستی اینا همشون جهانی هست، یعنی راه حلاشون هم بیشتر جهانی، نه فقط حالا مثلا به این دلیل که مثلا مسئله هیرمند یه چیزیست بین ایران و افغانستان و اینا، چون کل اصلا وضعیت جهان رو تغییر میدن و به هر حال اصلا احتیاج به پیمان ها و چیزای مثل آب مثلا خیلی مشخص احتیاج به پیمان های بین المللی و اینها داره. و یه چیزی هم هست، یه نکته ای هم هست که حالا بعضی هم میگن که یه مقداری البته از توش میشه این چی میگن اون چیزی که بهش میگن سرمایه‌داری روش شناختی، که میگم پایان سرمایه‌داری پایان جهان راحتتر قابل تصوره تا پایان سرمایه‌داری و اینا، و از این چیزا هم ازش ممکنه از این حرفم برداشت. ولی خیلی هم میگن که بالاخره این جای زمین سختی که به سرمایه داری این مسئله محیط زیستیه، یعنی دیگه اینجا یه جایی است که بحرانی است که دیگه نمیشه هیچ کاریش بکنی دیگه، خیلی مادی و ایناست و بحرانی است، نه فقط حالا میشه مسئله همین توسعه سرمایه داری که روی الگوهای رقیب توسعه صنعت، الگوی حالا اون چیزای کلاسیک مارکسیستی و اینا همشون اصلا دیگه در این افق محیط زیستی امروز منسوخ هستند، شکل های مبتنی به توسعه صنعتی به اون معنا دیگه. ولی خب حالا برای مسئله جهانیه دیگه، تو هم جبرانش هم جهانیه دیگه، هم عدالت محیط زیستی هم مهمه دیگه، خیلی از این کشورهای غربی که توی بحران شکلی بحران و تولید گازهای خارخانه‌ای نقش داشتن و اینا، خب باید اونا هم بهاش رو الان بیشتر این اقدامات بیشتری بکنن، هرچند یه چیز جهانی همه بعد دیگه. نمیدونم حالا جوابی بود به پرسش شما، من روی همون نوت سعی کردم یه چیزایی بگم به داهای، خیلی هم حالا چیز خاصی نداشتم که بگم. ممنون از شما امیر عزیز. رفیق نسرین، آیا میخواین برگردین؟ اگه خواستین دستتون رو بالا کنید. رفیق همه یه کسی دیگه هم یه سوالی تو متن کرده. با سپاس از مهمان برنامه میخواستم بپرسم نظر ایشان درباره نگاه یوروسنتریستی در کارهای تئوریک امروز درباره ماتریالیزم تاریخی چیست؟ آیا هنوزم در میان تئوریسین ها چنین نگاهی حاکم است یا نه؟ بفرمایید آقای مایلی جان. خیلی همین سوال چند وجهیه دیگه، بالاخره از نظر متفکران پست کلونیال و دکلونیال، بله اونا معتقدن که هست نگاه نظریات مارکسیستی، قالب نظریات مارکسیستی بالاخره همین یوروسنتریس هست، و راه حلش هم اینه که یه جور در واقع خوب کسانی که در واقع این رو مارکسیسم متأخر امروز متهم میکنن، خب حاکی نمیشن مگر اینکه یک جور مدرنیتی آلترناتیو رو مثلا متعرف مارکسی به رسمیت بشناسن، یا یک جور زمانبندی های مستقل از همین سرمایه داری، یعنی در نهایت متفکران مارکسیستی بپذیرن که بالاخره سرمایه داری جهانی نیست به معنی جهانهای دیگه‌ای
وجود داره دیگه. یعنی تاریخ های بیرون از تاریخ سرمایه داری رو هم، خب این همچین چیزی نیست. یعنی متفکر مارکسی بالاخره اون نقش هستی شناسانه اجتماعی که سرمایه و انتزاع واقعی سرمایه در جهان در شکلی ساخته رو خوب به عنوان مبنا قبول می، یعنی مبنا میذارن. در چه خب اونها براشون مسئله همین یه جور پیوند بین همین کسرت ها یا زمان بندی های دیگرگون با همین زمان سرمایه است، این زمان بنیادی که بالاخره چی میگن ساعت جهان بر اساس اون تنظیم میشه. و خب در چه یه افق یونیورسالی هست تو سرمایه. خیلی ها خب همین نظریه پردازان منتقد خب میگن خب نه، این همچنان به محض اینکه پای یونیورسالیست بیاد همین یه جور قاچاق همین اروپاست به میانجی اون و یه چیز انتزاعی اینها. و خب از زاویه اونها بله دیگه. ولی خب به هر حال چیزی که واقعیه اینه که سرمایه‌داری هم همه جا هست. یعنی جایی رو شما نمیتونید پیدا کنید که سرمایه پاش به نرسیده، نه فقط در همین حال حاضر وجود داره و همین کره زمین که در ماه و اینا هم الان مسائلش همین گسترده، همین زمین های ماه و اینا، نه فقط همین حال که در حال بازتسخیر گذشته و آینده هم هست. شما میبینید انواع این چیزهای بازارهایی که روی آینده اصلا شکل گرفته و ساخت، یعنی بالاخره همه جا به شکلی هست. دیگری هایی هم که هست، یعنی همین بیرون هایی که به هر حال نقش کارکردی برای باز تولید سرمایه دارن دیگه، اونجوری که حالا منطقی که توسعه و کلی سازی سرمایه داری که روزا لوکسانبورگ حالا دست گذاشت روش شد، بالاخره سرمایه داری بیرونی میخواد برای ساخت شدنش و برای در واقع همین توسعهش و اینها. خیلی از این بیرونام الان میبینی فیکتیون، یعنی همین واقعی نیستن. و خیلی از این بیرونها و این در واقع چیزهایی که حالا مستقیما سرمایه داری نیست، اصلا تولید خود سرمایه داری هن. یعنی سرمایه داری این بیرونهاش دادرهاش و ایناش هم میسازه، چون بخشی از همین مکانیسم ساختاری تا اونجایی که در واقع بخشی از مکانیسم ساختاری با تولید خودش هست. در نتیجه حالا از اون زاویه خیلی من معتقد نیستم که بشه چیزهای در واقع یوروسنتریستی رو متهم دونست. ولی خب برای سنتی در نمکیات فرانکفورت از این یوروسنتریز در کارهای نگری تا حد زیادی نمیدونم هست. ولی خب دیگه از مثلا دیگه چرخش قرن به این طرف با این فشار در واقع نظریات پست کلونیال و یالو اینا دیگه این آگاهی وجود داره از تولید نظریات. و به هر حال کسایی هم هستن منتقد، یعنی هستن نمیدونم مثلا ویویک شیبر و اینها که خیلی منتقد مثلا، اما اونام با این آگاهی و با پاسخ به این پرسش های اینها مثلا بالاخره مارکسیسم و اینها رو طرح میکنند. و در هر صورت آره نمیدونم پاسخ دادم یا نه. سپاس از شما رفیق امیر. دست کسی دیگه رو من بالا نمیدونم. رفقا کسی سوالی بحث دیگه نداره؟ به هر حال اگر مایلی در خاتمه یه جمع‌بندی ارائه بدید میتونید ارائه بدید. من در ضمن به رفقا بگم خوشبختانه رفیقمون امیر رو یه چند هفته بعدم مجددا خواهیم داشت. امیدوارم این جلسه دوم آخرین جلسه نباشه، بعد از اونم رفیق امیر رو مرتب داشته باشیم. به هر حال خیلی تشکر از رفیق امیر برای بحث امشبشون. در ضمن به رفقا هم بگم قبل از اینکه میکروفون رو بدم به دست امیر،
هفته بعد ادامه بحث دولت مدرن ما داریم. رفیقمون سخایی درباره مقاله مارکس سر مسئله یهود صحبت خواهد کرد در ارتباط با همون بحثی که چند هفته پیش شروع کردن سر مفهوم دولت مدرن و نقل مارکس به مفهوم هگل از دولت مدرن. از حالا خدمت رفقا بگم رفیقمون ممکنه یه جراحی دارن این ویکند، ممکنه هفته بعد نتونه. اگه نتونستن بعد خبرتون میکنیم دیگه. به هر حال آگهی های به اصطلاح سایت رو دنبال کنید، ما اطلاع خواهیم داد. بازم تشکر از رفیق عزیز امیر. بفرمایید اگر مایلید در خاتمه چند کلمه ای بگید بفرمایید. البته چند کلمه من گفتم، هر چند مقدار کلمه که دلتان خواست دارید. دو یا بیشتر در واقع. خیلی ممنون رفیق تراب عزیز به خاطر همین، اولا خب تدارک این جلسات و از همه رفقایی هم که حاضر بودن تشکر میکنم، تحمل کردن. در حال حرفای منم یه مقدار انتظایی بود، شاید با همین نیازها و ضرورتهای بیواسطه روز خیلی ارتباط مستقیم چیزی برقرار نمی کرد، ولی خب ممنون که تحمل کردید. امیدوارم که در حال این جلسات ادامه پیدا کنه، من هم با کمال میل حتما شرکت می کنم و خب این بالاخره آرزو هم دارم که همه رفقای دیگه ای که حالا هستن و کار می کنن و اینا و کارهای موازی، یعنی برای کارهایی که شبیه می کنن، همه بتونن با هم به هر حال کار کنن و اختلاف نظرهای سیاسی و اینها هست، ولی خب الان شرایط هم یه جوری هست که احتیاج هست به یک فرومای گفتگویی که همه جریان ها توش باشن و بیان و ایده های مختلف و بالاخره نقد و بحث و اینها. این هم سنت بالاخره چپ نقد دیگه، همین تو همین چپ و مارکسیسم و ایناست دیگه، جای دیگه که بیشتر همین تدریس و چیزهای دیگه هستن چه. آره خیلی ممنون رفیق تراب عزیز، امیدوارم که حالا دیگه تا فرصت های بعدی دوباره شرکت کنم در جلسات. شب خوش. اختیار دارین. تشکر از شما. همونطور که خودتون گفتین این فورم هدفش اینه دیگه، به خصوص ما بعد از خیزش زن زندگی آزادی هممون تجربه کردیم فقدان یه جایی که رفقای متفکر و مترقی چپ ایرانی بتونن با همدیگه گفتگو بکنن، بتونن نظراتشون رو به همدیگه مخصوصا نشون بدن. رفقای زن اگر همین بالاخره اونها هم. همین، آره از دل من گفتید، رفقای زن، رفقای جوان به خصوص رفقای کویر، ما. آره ما امیدمون به شرکت این رفقاست. ما در حد توانایی خودمون، همونجوری که گفتم، خود رفیق امیر از ما تشکر میکنه. خود رفیق امیر یکی از پایه‌گذاران این فورومه، در نتیجه خودشون میدونن دقیقا به این دلیل تشکیل شده. بنابراین امیدوارم واقعا رفقای جوان، رفقای زن، بعد از الان 2 ماه 3 ماه ما این جلسات رو ادامه دادیم دیگه، حداقل با نیت ما آشنا شده باشن که هدف اینه که این فورم واقعی بحث ایجاد کنیم، بتونیم با نظرات همدیگه آشنا بشیم که دفعه بعد هر اتفاقی افتاد بتونیم بهتر با همدیگه هماهنگ کنیم بر کاری رو که میخوایم بکنیم. بنابراین امیدوارم واقعا رفقای دیگه این به صلاح شرکت رفیقمون امیر رو به فال نیک بگیرن و داوطلب شن و در این فورم بحثاشون رو ارائه بدن. مطمئنم در برنامه های آینده تعداد این گونه رفقا بیشتر و بیشتر هم خواهد شد. به هر حال بازم تشکر رفیق امیر و تشکر از همه رفقای دیگه. اگر کسی سوال یا بحثی نداره دیگه بیش از این وقت رفیقمون امیر رو نگیریم و شب بخیر. من میگم رفقای عزیز، من دست کسی رو بالا نمیبینم، پس با اجازهتون دیگه خاتمه بدیم جلسه رو. رفیق امیر شبتون خوش. شب شما خوش، شبم خوش.